سلام و فقط به کانال انیمیشن وی خوش اومده. تو این ویدیو میخوام بریم سراغ بررسی تلر انیمیشن ماریو. انیمیشن ماریو که همون میدونیم ماریو، سونیک، انگر برد، پرنده خشمگین، همشون اول بازی بودن و بعد ازش انیمیشن ساخته شد یا لایو اکشن، که من واقعا خیلی خوشحالم که وقتی اومدن و شروع کردن به ساختن اون چیزی که بیرون اومد موفق بود، مثل قسمت اول پرندگان خشمگین که واقعا خیلی عالی بود. قسمت دومش خوب بود، اما یکیش یه چیز دیگه بود به اون اول انیمیشن که از روی بازی میسازن اینقدر خوبه. اونتر دیدیم دیگه لایو اکشن سونیک که اونم خیلی خوبه. قسمت اولش خوب بود، قسمت دوم بهتر شد و قسمت سوم قرار خیلی بهتر باشه. این خیلی خوبه که این چند سال از بازی و انیمیشن و فیلم خیلی خوبه ساختن و این امیدوار کننده است. حالا میرسیم به ماریو. ماریو که یک بازی خیلی قدیمیه، کلاسیک و باحال، الان اومدن یک انیمیشن سینما ازش ساختن که انیمیشن معمولی نیست، واقعا خیلی خوبه. اینجا ما میتونیم تریلرش رو ببینیم. در مورد اوریجین یا ریشه شخص ماریو، من خودم خیلی چیز نمیدونستم و خیلی خوشحالم که این انیمیشن ساختن تا خوب کسایی که نمیدونن بفهمن. اونجور که ما تو این تریلر میفهمیم اینکه خوب ماریو و برادرش لویجی توی دونه هستن که دونه خودشونه و اونجا خوب کار میکنن، لوله کشن و محلشون هم بروکلین توی نیویورک، که به صورت اتفاقی وارد دونه میشن که اونجا سرزمین مختلفی وجود داره و ماریو توی سرزمین قارچا فرود میاد و خیلی برام جالب بود اینکه خب این تازه اومده اما توی مبارزه و میشه که خب این دوئل اونو میشناسن و دارن اسم ماریو داد میزنن و خیلی جالب بود. یعنی وقتی که اونجا فرود میاد ما داریم سال بعد میبینیم که اون انیمیشن سینمای داستان جدید اتفاق میفته. اینم جالب بود که خب ما یه پرش زمان احتمالاً داریم و اینجا خب تو تریلر اول ما دیدیم که بازر به سرزمین پنگوئن‌ها که خب کلاً سرزمین یخ‌زده بود حمله میکنه و اونو تبدیل میکنه به این. یه نکته جالبی که تو این تریلر وجود داره اینه که ماریو و برادرش لویجی توی محله بروکلین نیویورک هستن و خب این اشاره داره به اولین سر انیمیشن ماریو که مغازه‌شون توی محله بروکلین نیویورکه. تو این تریلر میبینیم که ماریو میره با دانکی کونگ دوئل کنه که خب له میشه که خوب جالب بود. اما من از این خوشم نمیاد که شخص اصلی تو کل انیمیشن یه فرد دست و پا چرفتی باشه، چون ما تو انیمیشن مختلف دیدیم همینطوره هستن و جالبه، اما بعدن به بلوغ میرسن و خب تو بیشتر بازه ماریو شخصی هست که پرنسس پیچ رو نجات میده که خب معنیش میشه پرنسس هلو، اون نجات میده. اما تو این تریلر که من دیدم این پرنسس اصلا نیاز به کمک نداره، از بس جنگاوره و خب خیلی شاخ نشونش دادن و ماریو خیلی دست با چلفتیه. این نکته عجیب بود برام، اما خب درکن میشن خیلی خوبی اگه این نکته رو نبینیم که اینجا خب پرنسس به کمک نیاز نداره. پس ماریو اینجا چیکار است؟ بیشتر مانور میدن روی این موضوع که پرنسس راهنما و همه کار است و ماریو گوشه هست دیگه، بعد حرکت بزنه. اینگار بیشتر کار همین پرنسس داره انجام میده. این تصویر که من میبینم و این پرنسس اون وسط وایستاده داره راهنمایی میکنه همه کار است. اگه قرار بود که شخصیت اصلی این پرنسس باشه، خب اصلا انیمیشن ماریو رو با اسمش عوض کرد و گذاشت پرنسس پیچ. تو تریلر و کلا انیمیشن ماریو خیلی دوست دارم که به بازی هم خیلی اشاره کردن و انگار مراحل بازی رو آوردن و دیگه تبدیل کردن به انیمیشن. ببینید همه چیز مثل بازیه. تو این تریلر اونطوری که نشون دادن ما 6 تا قلم رو داریم، 6 تا سرزمین که اولینشون پادشاه قارچا هستن که خب ماری همینجا فرود میاد و اون قلعه پرنسس پیچ هم همینجا هستن. یکی دیگه سرزمین یوشیه، یه سرزمین دیگه اونجا هست که خب سوخته داره میسوزه، که سرزمین پنگوئن هاست که خب کلن با یه قطب شمالی برای خودش باشه، یه جا سرد همین چیز یخ زده اما بهش حمله میشه و تمیشه بین. جزیره کناریش اسمش هست جزیره کونگ، که دانکی کونگ و بقیه افرادش و کلن پادشاهشون هم اونجا هستن و کنار سرزمین و این سرزمین دیگه میبینیم که صحراییه و خب مثل مصر هست، اهرام مصر اونجا هستن که خب جالبه. و این سرزمین دیگه هم هست که اونم آتیش گرفته کلن نابود شده، اما این نکته وجود داره اون خب کلن اونجا گدازه هستن، اما اینکه سرزمین داره آتیش میگیره اون نه، فقط گدازه است. ممکن سرزمین خود بازر باشه، پادشاهیش یا کنه سرزمین دیگه بوده که بازر اومده و نابود کرده و الان اومده سراغ این سرزمین و بعد از اینم سرزمین دیگه. توی بخش انیمیشن انگار قراره که ما مسابقه ماشین هم داشته باشیم که خیلی جالبه و خیلی جالب که بازم شده به بازه ماریو که اینجا توی انیمیشن میتونیم ببینیم. اون پشت شخصی هست به اسم فرانکی کونگ که از همین شخصیت مثل کرانکی کونگ و دانکی کونگ مثل همون هست. اینجا هستن که واقعا خیلی جالبه تو بازی ماریو میتونیم ببینیمش و واقعا اینکه مراحلی تو این انیمیشن وجود داره که کلا مثل مراحل توی بازیه. اینجا مراحل باید بیان و خوب توش برنده بشن که یکیش همین ماشینیه و بقیش هم دیدیم کلا مثل خود بازیه.
این تریلر به جز نکته عجیبی که گفتم واقعا خیلی امیدوار کننده است. من منتظرم که انیمیشنش بیاد. خیلی خفنه، گرافی بنیده میگه چقدر به بازه وفاداره. خیلی خوبه، درست مثل سونی که اون خوب لایو اکشن بود، انیمیشن کلی نبود، این انیمیشنه. و این موضوع واقعا خیلی باعث خوشحال طرفدار میشه، این که از روی بازه دارن یه چیز خوب میسازن، انیمیشن خوبه، یه فیلم خوبه که به بازه وفاداره. کلی میتونه نکته ببینیم استریگ به اشاره. این وفادار بودنش واقعا خیلی خوبه که اینجا تو انیمیشن ماریو ما میتونیم بیشتر هم ببینیم. اینکه خود شخصه داره همون بازه رو انجام میدن. شخصت بازه هم توی تلر اول و هم دوم خیلی خوبه. واقعا خیلی خوبه. یه چیزی که من گیت شدم اینه که خب انگار ماریو رو میشناسه. میشناسه. ما اینکه ما اول انیمیشن به احتمال زیاد میبینیم که ماریو برای اولین بار میاد تو این دنیا، اینکه بازه چجوری اون میشناسه. برای همین میگم که این پرش زمان احتمالاً خوب اتفاق میفته و بازر با ماریو انگار چند بار شاخ به شاخ میشن. اگه اینطور نباشه خب یه جوری عجیب میشه، چون یعنی ماریو اومده خب تو این دنیا و اصلا بازر رو نیده. اما میتونه حرف میزنه که انگار دشمن اصلی اونه، اون خیلی مهمه، اونو بزنیم کار تمومه. یه جوری حرف میزنه که انگار قبلا باش رودرو شده و ازش شکست خورده. اینطوری من اسم میکنم. این خب خیلی عجیبه که تالا با شاخ به شاخ نشده باشه. این عجیب تره که تون دوئل ما دیدیم اسم ماریو رو دارن صدا میزنن همشون. خب ماریو مگه چند وقت اونجا بوده که اینقدر معروف شده؟ هر احتمال برای من هست اینکه پرنسس اینو دیده و بهش گفته خب من تو رو نمیشناسم، برو با اینا درگیر شو. اسمشو به بقیه میگه تا حمایتش کنن. فقط اینطوری. وگرنه برام خیلی عجیبه که تو هم روز اول یا خب تون روز اولش که تو این دنیا اومده یا معروف بشه و بازار اینقدر در موردش نگران باشه. همونطور که گفتیم این تریلر نکته عجیب داره که من برای اولین بارم دیدم، گفتم چرا این جوریه؟ مگه در مورد ماریو نیست؟ پس چرا شخص اصلی انگار یه جوری پنس پیچه؟ و دیدم که طرف خارجی همینطوریه هم و بهش گیر میدن که چرا اینطوریه؟ تو این صحنه که کلاً جنگ سالار همه فن حریفه و داره طوری میره انگار تکه میخواد کل بازار رو بزنه، کل ارتشش رو اونا رو نابود کنه. اینطور که من میبینم و خیلی برام عجیب بود که آقا این چه نیاز به ماریو داره؟ اصلا ماریو کجا این داستانه؟ حتی تو ادامه تریلر ما متوجه نشدم. انگار ماریو هویجه و من خیلی دوست دارم که انیمیشن بیاد و ببینم که اینجا پرنسس هلو، پرنسس پیچ چی کار میکنه؟ داره تکی میره. با این حال در کل انیمیشن واقعا خوب، گرافیک خوبی داره و انگار داستانش هم خوبه و من 100% میخوام اینو ببینم. حالا کی میاد؟ 7 آپریل 2023 میاد که میشه 18 فروردین 1402. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. خوشت اومده لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.